اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. زد به انگشت به شب شیشه جان، خسته بود به خیالت نگران، در دلت سنگ چرا پیدا شد، چشمه اشک چرا دریا شد. ناگهان خاطره ها بال زنان، در پی هم شده در دیده روان. آن کودک رنجور منم، دست ها خفته به دست پدرم، تیره بستام و منیریه گذشت، قایق عمر به مهناز نشست، ره به دانشکده سودا زده بود، دولت عشق زراح آمده بود. گاه آتش شد و شیطان، فتنه مرگ به ایران آمد. گفت من نایب آقا هستم. او به چه خفته، من اینجا هست. منزل دیگر تبعید شدی، دور از خانه امید شد. دوستان ره به سوی غربت درد زد. دوشنبه 25 ژانویه 6 بهمن دوباره در خدمت. هفته سخت، نه به خاطر درد، نه به خاطر سنگ کل مسانه. خب اینا بیماریش بر آدم عارض میشه و بعد هم معالجه میشه. نه، به خاطر این همه مهر و در مقابل کین، در مقابل این همه مهری که دوست دبستان من 60 سال ازش خبر ندارم منو پیدا میکنه. پرویز پیدا میکنه، با هم حرف. دوستی که پدرامون با هم خیلی دوست بودن، سعید بهبهانی، مراقب حال منه، احوالم میپرسه. و دوستان دیگر و دیگر و دیگر میبینم، واقعا بعضیاشون برای من عجیب بود، چطور دل مشغول و نگران بودن. کاردان نگران بود، حس میکردم. علی میبودی در به زنگ زد، نگران. و اینا رو خب آدم میتونه تشخیص بده، میتونه بفهمه که حالا پومن و علی آقا اینا که هر روز با من هستن و در دقات و جزئیات احوالم بود. آدم های دیگری هم بودن که نگران بودن. هادی خورسندی واقعا لطف کرد، حسام دوستم خیلی محبت کرد و اینا، علی هم اینطور، و حسایی که نگران حالم بودن. و این رو باید اقرار کنم، چه انسان خوشبختیم با این همه آدم های با مهر. نازنین بانوی که از اتریش، اجازه آوردن نام عزیزش رو دارم، احوال حال منو میپرسه. اون بهترین خصلت ها رو دارا که پور خساله، از آلمان نگران منه. و اینها خیلی با ارزشه. مرزا شاهید مرتب زنگ بزنه. جمال بزرگزاده که اصلا دقیقه به دقیقه، جمشی چالنگی، دوستان دیگم، همه با من بود. درد خیلی شدید بود، به گونه که دیگه قدرت نداشتم جلوی دوربین بنشینم.
خب گولد لایدر رو رفتیم دیدیم بله سنگ است و بعدم با یک متد بسیار جالبی منو بیهوش کرد. با اون مثل اندوسکوپی لوله رو فرستادن تو، ششفت و سنگ و در رو بردن اومد بیرون و خیلی هم دیگه درد و رفت و راحت شدم. ولی خب هنوز آدم احساس میکنه که یک دوره رو گذرونده خیلی سخت. بعد سه هفته دیگه باید برم دوباره ببینه که اگر انشاءالله رفته باشن همش که رفته، اگر نرفته باشه یا اندوسکوپی دیگه برای اینکه the rest of them should be out بیاد بیرون. در حال از همه تون ممنون، از همه نازنینانی که حالمو پرسیدید یا نپرسیدی، و در این میان آن انسانی که گمان نمی کنم اگر کوچکترین علکی رو درست کنن تو ریسترین سوراخ که این شرف رو توش بچرخونن شاید یک هسته اتمی از توش بیاد، اونم نداره، هر روز زنگ میزد بامدادشو با ناسزا، بهرام کمک فیلم بردار رو میگه، با ناسزا آغاز میکرد، من دیگه محل نمیگذارم، این برای مهم نیست. دولت فرانسه به من نامه داد، تشکر کردم ازشون، آنچه را باید انجام شد. ولی این انسانی که روز مرگ مادرم به من زنگ زد و به مادرم ناسزا گفت، بهرام مولایی کمک فیلم برداری که به علت ارتباط با جمهوری اسلامی از صدای آمریکا بیرونش کردن و از دولت آمریکا هم اخراجش کردن، با شغل جدیدی که گرفته جمهوری اسلامی کارش ناسزا بود. من هیچ وقت نمیدم اینا رو اینجوری بگم ولی الان گفتم، چون انسان در لحظاتی که درد داره، مادر رفته و یادم بیاد به مادر آدم ناسزا بود به خاطر 300 یورو که جمهوری ولایت فقیه بهش میده یا نمیده، خب اینا رو دید. در مقابل خب آدم های با ارزشی، من یکی از کسایی که واقعا اندوخدار رفتنش هستم این بزرگ مرد محمد مجلسی، 87 سال عمر پرثمر، خیلی تمام عمر آثار رومن رولان، ویکتور هوگو، آندره ژید، سیمون دو بوار، یعنی بهترین مجموعه فرهنگ مداران فرانسه رو از قصه نویس و شاعر ترجمه بکنه، دکترای حقوق از دانشگاه تهران بگیره و دکترای ادبیات از سوربن. چه بگویم، این مرد بزرگ همشهری بودیم، ایشون هم مال اصفهان بود. به داریوش عزیزم هم تسلیت میگم و به همه مدرسی ها، به معینیان عزیز، نازنین استاد همه روزگاران، به خانوادش، به استاد عزیزم، به نازنین استادم دکتر سیروس آموزگار که دوست نزدیک بود، به عزیز عزیزانم آذر پژوهش و همسر نازنینش دکتر رحمت، و امیدوارم که این انسانهایی چون مجلسی هر روز بیشتر و بزرگتر و بزرگتر تعدادشون باشه و حقیرانی که جز جلوی دماغشون رو نمیبینن، حالا چه بر کرسی ولایت باشن چه در گوشه خیابونای فرانسه فرقی نمیکنه. خداوند انشالله یک لطفی بکنه اینها رو هم یک ذره قلبشونو شستشو. این آقای تبرزدی حشمت الله خان، شاید من از اون کسانی بودم که از همون اوائل دوستش داشتم، تا اونجایی هم که تونستم باش گفتگو کردم، اووردم، معرفیش کردم، همیشه آدم صادق دیدمش. یه روزم به شوخی به من گفت آقا تو اعتداد بچه های ما رو زیاد کرد. اخیراً دیدم صحبتی با آقای خامنه‌ای کرده که اگر من جای آقای خامنه‌ای بودم، اون خامنه‌ای رو که میشناختم، با این آدم کاری ندارم، اصلا نمیدونم این کیه، هزار بار سرمو به دیوار میزدم که بترکه یه آدم در خود باختن به قدرت خانم به جایی برسه که برای ملتش تعیین تکلیف کنه که تو حق نداری کرونا واکسن بزنی،
چون اینا آمریکایی ها ساخت، انگلیس ها و فرانسوی ها ساخت. و این انسان بیخرد نمیداند که این واکسن محصول پیوستن مغزهای بزرگان جهان با همه، توانستن برای نجات بشریت اینو بدن. هیچ کدوم هم براشون اصلا سیه دلی آقا مطرح نیست که فکر کنه آره این سرومو درست کردن، این واکسنو اینو میزنن، عشق به اسلام انقلابی از دلت بیاد بیرون. این بیماران از این نوع کم نیستن، در جمهوری ولایت فقیه دونه دونه زدن بیرون. امروز نمونه های از این بیماران رو من به تو معرفی میکنم ببین، چون روز مهمی. امروز ششم روزی که حالا ما بچه بودیم خندیدیم، بزرگترامون که بله نه آقا چیه اینا حق بازیه، اما بزرگمردی مثل بختیار تو زندان گفت آقا اصلاحات آری، استبداد نه، اصلاحاتو که باید قبول کنیم. دکتر صدیقی هم اینو گفت، ولی آقایان دیگر، آقای حسیبی و دیگران دیگر مخالفت. خیر اصلا مخالفت کامل. و این کار بزرگ انجام شد، اصلاحات ارضی، حقوق زنان، سهم شدن کارگران در سود کارخانه شد، سپاه دانش که بعد سپاهیان متعدد کنارش اومد، سربازی که دو سال میرفت پادگان به چپ چپ به راست راست میزد، حالا رفت تو روستا مدرسه درست کرد، بچه بلوچا و کردا و خوزستانیا و ترکمنا رو آموزش داد، رفت براشون حمام درست کرد، درمانگاه درست کرد، خانه عدل درست کرد. این تیکه رو از تبرزدی گوش بود. آقای خامنه‌ای یک لحظه تصور کنید قدرت انتظامی و امنیتی و نظامی شما از کار افتاد. تصورش که ممکنه، که حالا ممکنه بگی نه خیر چنین چیزی ممکنه، حالا تصورش که ممکنه. شما فکر میکنید با این رفتار حکومت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر یک حکومت مردمی بودید، با مردم بودید، با حداقل اکثریت دلشون رو به دست می آوردید، دلجویی می کردید، از زبان نفرت، از زبان قدرت، از زبان تحکم حرف نمی زدید، اکثریت قاطع با شما بودن، اگر اون ماشین امنیتی نظامی انتظامی از کار می افتاد آواز تکون نمی خورد، برای اینکه مردم بودن، قانون بود، و اگر کسی میخواست به هم بریزه میومدن جلوشو میگرفتن از خود مردم. ولی الان شما تصور کنید، یک لحظه تصور کنید این ماشین از کار افتاد. من با اطمینان به شما میگم، خودتون هم میدونید، آمارهاتون هم میدونن، نفرت عمومی گونه است که تمام این مملکت تو سر شما خراب خواهد شد، از حوزه های علمی چی باقی نخواهد ماند، از کسی که لباس روحانیت بپوشه چیزی باقی نخواهد ماند، حتی اگر کسی با چادر مشکی باشه امنیت نخواهد داشت، برای اینکه مردم دچار نفرت شدن از این دم و دستگاه. شما کردید. بله آقای تبرزدی کسی بود که به خامنه‌ای گفت امام خامنه‌ای. اون نشریه پیام دانشجو که داشت بسیار علاقه‌مند بود با آقای خامنه‌ای، چون تصوراتی از اون خامنه‌ای گذشته در ذهنش بود. خامنه‌ای حتی در دوران ریاست جمهوریش، یه خود برقه برگردید یادتون باشه، دوروبراش کیا بودن، عبادی رو تجلیل میکرد، علی موسوی گرمارودی مشاورش بود، نه این بوزینه هایی که تو دفترش ملق میزنن. افتخار میکنه آقای حقانیان بادیگاردش، برادر آقای حقانیان هم در لندن خودفروشه. به 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 از این دستگاه. سعید توسی معلم قرآنه که به برادرزاده ها و نوه ها و فامیلتون قرآن درس داد و بعد معلوم شده ماساژشون هم میداده. البته شما که در توضیح المسائلتون گفتید که بعضی امورات جنسی با کودکان شیرخواره هم اشکال نداره. وای بر ما و بر مذهب شما، وای بر ما که
چه دینی رو باور داشتیم و چه مذهبی رو بهش دل بسته بودیم و شما چه برای ما عریان کردید. وای بر ما، وای این بلا و فتنه باید می اومد. میان ابرو و چشم تو فرق نتفند، بلا و فتنه ندارن، امتیاز است. بلا. روز شش بهمن بچه بودیم ما، همراه پدرم آمدیم به منزل شازده کیکاووسی. شازده کیکاووسی از دوستان پدرم بود، کیکاووس میرزا و از شازده های بزرگ قاجار بود، آدم تحصیل کرده با فرهنگ. این آخری هم درست پشت خونه ما تو آبادانا زندگی میکرد، گاهی سر میزد به مادر، مادر نازنینم، و شازده خونش نشسته بود. پسر شازده یه مقداری تون دوان میکرد، مثلا اگه شابره او شاه میشه، ولی چون این اتفاقی نبود او به شدت علیه اصلاح طرزی حرف زد. ناگهان شازده کیکاووسی برافروخت و خطاب به پسرش جملاتی گفت که هنوز در گوشم زنگ میزد. گفت در سرتاسر تاریخ ایران هر سلسله ای آمد سلسله قبل خود رو قتل عام کرد جز سلسله پهلوی. نگاه کن ما شازده های اصیل نشستیم، پول داریم، کارخونه داریم، ثروت داریم، بنده رئیس شورای بانک رهنی هم هستن و اعتبار و عزت داریم، پاپیونم هم میزنم، همه جا هم محترم، بچه های فرما فرما بهترین مشاغل مملکت رو دارن. تمام نخست وزیرانمون از قاجار بود، حالا یا مباشر یا غیر مستند، و این جمله هیچ وقت یادم نمیاد. این رژیم آمد قلع و قمع کرد تمام اشراف ایران، نخبگان ایران رو. فردا چه کسی منزل دکتر امینی و خانم مادر دکتر امینی رو به یاد خواهد داشت؟ چه کسی اون درواز شمرون رو به یاد میاره یا خونه شمرون؟ چه کسی از مستوفی ها سراغ خواهد گرفت؟ از فرمان فرماها؟ این همه خاندان اشرافی بزرگ داشت، این همه افسران تحصیل کرده داشت، اطباء حقوقدانان بزرگ، چه ماند از آنها؟ هرچی هم که تحصیل کرده و آدم های متشخص بودن دونه دونه ردشون کردن. حالا در مقابل اون رژیمی که آقایون بهن و طلب میکرد که بله تاغوته، تاغوت، دوران تاغوتی، یاغوتی ها اومدن امام جمعه پردیسان قومشون، ببینید چه تصویری از فردی میدیگه که شما مردم باید برید انتخابش کنید به عنوان رئیس جمهور. اینو دقت کنید، شما حق ندارید از این کسانی که تا حالا امتحانشون رو بد پس دادن، هم رئیس جمهور اصولگرا با ما ضربه زده، هم اصلاح طلب، یه فرد انقلابی جوان شناسایی کنید، انقلابیون هم کمک کنن، دو نفر بیان، نمیخوام ده نفر بیان، دو تا انقلابی بیان، چهرهای جدیدی باشن، با هم نام لاریجانی و جلیلی و جهانگیری نمیخوام باشن، افراد جدید. گام دوم تعارف رو بذارید کنار، ولی مردم شما رو نمیبخشن، رهبرم شما رو نمیبخشه که شما رو نصب کرده، فیلتر شما هستید، صافی شما هستید. اینجا مردم سالاری دینیه، اینجا دموکراسی غربی که نیست که همه بیان شرکت کنن. پس دین چی شد؟ اونایی که با دین توافق ندارن، دین رو لایق حکومت نمیدونن، ظرفیت دینی و متدینی و اسلامی رو در دنیای مدرن لایق برای حکومت و مدیریت نمیدونن، مبنایی اشکال دارن. بعضیاشون انقلابی نما هستن، بعضیاشون غیر انقلابی هستن. چرا اینا رو میدون میدید؟ کم شهید دادیم؟ این جنگ تحمیلی بود، 8 سال. گام دومه 40. این مردک حقباز شارلاتان صحبت از این میکنه که ولی ما دموکراسی دینی داریم،
دموکراسی دینی، یعنی حسن آقا بره حسین آقا بفرموده، تو آخرین دقیقه که دارن رأی رو میخوان قالیباف بیشتره میگن نه آقا گفتن روحانی، روحانی بیاد آقا گفتن، آقا فرمودن. این دموکراسی دینی. حالا این دموکراسی دینی که آقای آخوندم صحبتشو کردن، آخوند احمد جهان بزرگی در این دموکراسی دینی که حضرت آقا فرمودن، حسن آقا و حسن آقا دو دوره رئیس جمهور شده، علی‌رغم این که در دوره اول به طور قطع آرایش کمتر از قالیباف بود، خب بعد از این حرفای این آقای جهان بزرگی رو که شنیدی، وقت من راجع به بقیه ماجرا براتون خواهم. مورد مسئولین میگن که مسئولین این گونه هستن آن گونه هستن که ما قبول داریم، مسئولی که میشینه تو خونهش نمیدونم به شما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه، سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره، حتی وزراش باش به شما اگه اصولم نمیتونن تماس بگیرن مسائلشون رو مشورت های مسئوله. مسئولین در جمهوری اسلامی خیلی خیانت کردن. من یادم میاد اون مسئول و وزیری که گفت من اومدم مسئولیت گرفتم، به خاطر اون یه لیوان شیر خریب بود که در بچگی وقتی مریض شده بودم من دادن خوردم. من فکر میکنم، حالا نمیگم اکثرا، خیلی از مسئولین در نظام جمهوری اسلامی آمدن مسئولیت گرفتن مثل این که یه دونه از اون لیوانه میخورن هر وقت میان مسئولیت میگیرن. بنابراین 30% از این که جمهوری اسلامی در واقع اسلامیتش زیر سوال رفته به خاطر مسئولینه، 10% به خاطر استکبار جهانیه. چقدر در داخل ایران توطئه میکنه، چقدر افراد رو منبع و عامل خودش کرده که اونها مجبورند که سر بنهند بر دستورات اون. 10% هم به خاطر خود مردمه. ایشون یه اشاره کوچیکی کردن که مردم در بعضی از جاها در واقع مسئول هستن. بله مردم مسئولن، چرا مردم مسئول نباشن؟ ما مردم مسئولیم، مسئول خوب انتخاب کنیم. چرا کسی که میگه 4 سال به شما که اصلا آزمایش خودش رو بد پس میده؟ این آقا انگشت داره میکشه به روحانی که مثلا روحانی پای منقله. برادر من بزرگ منقلدار کشور کیست؟ بزرگترین بساط جور کنه مملکت مگه غیر از آقای دکتر علی اکبر ولایتی طبیب حضوره؟ آقا ول کنین، خدا رحمت کنه مرحوم مولایی، با آقای خصوشایی رفتیم دیدنش، از دالون که رد شدیم دید بوی عجیب تریاک میاد. آقای خصوشایی، مرحوم خصوشایی، من نگاه کرد و خندی، رفتیم تو اتاق نشستیم و مولایی با پدر منم دوست بود و رفتیم نشستیم و بعد از مدتی آقای مولایی اومد و گلاب زیادی هم به سر و صورت زد. نگاه کرد به خودش که آقا چیکار کنم؟ این پاسدارا رفتن تو خونه من، مسترا رو دادم تخت زدن، میرم بعد از ظهر خاک به سریم و اونجا میکنم میام. خب جناب آقای با هنر 14 دوره نماینده مدی، 11 دوره بزرگ منقلدار، آقا شما نیاد ایراد بگیری، خودتون که سر تا پاتون آلوده است، نصف علما یا حب الله هن یا دود الله، بالاخره یه جوری یا میکشن یا میزن بالا. خدا بیامرزه مرحوم آل آقا پسر آیت الله چلستونی شربت شفنتوس داشت، یعنی مسافرت که میرفتیم ما بچه بودیم، آل آقا این چی میگفت؟ شربت شفنتوس. حالا مخلوط کرده بود نجوم میخورد توی راه، تو قطار، توی هواپیما، یا تو اتوبوس. آقای آل آقا خدا رحمتش، به هر حال اونا اقلا آدمای باصفایی هم بودن، آنکدوت میگفتن. حالا آقا گاهی عمامه میذاشت، وقتی مرحوم آقای اصفهانی مقدادی تشریف می آوردن منزل ما، می اومدن از مشهد و از اصفهان که بودن اول می اومدن تشریف می آوردن منزل ما، حالا آقا دیگه اونجا، یعنی یه ما دو ما هر موقع آقا بودن تا هر دوی حالا آقا عمامه میپوشید، بی عمامه بود، اول برج کچل با پوشته میرفت حقوقش و فرهنگ میگه، معلم بازش هسته، خدا رحمت کنه.
آدم های بزرگی بودن، مرحوم امیر شهیدی اینا. من الان میگم این نسل جوان کدوم اینا رو، اصلا کدوم اینا رو دیدن، کدوم اینا رو شنیدن، راجبشون خوندن، میدونن مرحوم مصداقی کی بودی، آقا گرکانی کی بوده، همین پدر رفیق ما محسن خاتمی کی بوده. اینا واقعا متاسف. برحال قرار شد که در این باب براتون بگم. این که میگوین دو تا آدم جوان پیدا بکنید، بعد اشارم میکنه جلیلی نه، لاریجانی نه، یعنی از همین حالا تکلیف و معلومه. مال پردیس قوم هم هست، شهری که لاریجانی 1.5 میلیون رأی آورد و گفتن از اونجا شرکت کن که بتونی رئیس مجلس بشی، چون از تهران ممکنه حتی بزنن. حالا این در باب رئیس جمهوری که مرتب تو گوش شما میگن چی هسته؟ اگه یادتون باشه، باز نمیگم من اول بودم، نه هیچ، من نه آخر آخرم، ولی یادتون باشه ما اینجا بحث کردیم که اینا برنامه ریزی دارن میکنن برای رئیس جمهوری بعدی بر مبنای نتایج انتخابات ایالات متحده. یعنی حالا بازم براتون میگم، اینا انقدر نادان بودن که در برابر اوباما احمدی نژاد رو داشتن. بکنی خاتمی اگر در اون دوره یا یکیسی در اون مسیر بود، رابط با امریکا حل می شود. احمدی نژاد اون الان هم آقای خامنه ای تو سرش یه چیزه، مجموعی از هیئت حاکمه هم تو سرشون یه چیزه. یه جلسه بوده چندی قبل که آقای شمخانی، آقای محمد باقر قالیباف، بهتون باشه این قالیباف و شمخانی اینا سلامی و این جانورای سپاه اصلا آدم نمیدونه، ارزش برشون قائل نیستن. اونا برای خودشون یه حلقه درست کردن، زبدگان سپاه، خودشون رو با جدا کردن، سعید محمد و اینا هم خودشون رو جدا کردن که ما رو با اینها کاری نیست. اسماعیل قاآنی رو که اوورده های خامنه‌ای کرد فرمانده سپاه قدس، اینا خیلی بهشون برخورد، چون اگر قرار بود یک کسی حداقل در همون مایه سطح قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بشه، خب اینا آدم داشت. مجید علوی چی شد؟ آدمی بود تمام عراق دستش بود. از همونجا معلوم شد که آقای خامنه‌ای یه راه دیگه ای داره، سپاهش هم راه دیگه ای داره. حالا تو این گیرودار خبرگزاری فارس ناگهان یه فیلم میده بیرون 10 دقیقه 9 دقیقه با عنوان روایتی از نجات کردستان عراق توسط سردار سپهبد قاسم سلیمانی. فیلم رو میبرن برای آقای کاک مسعود بارزان. حالا درسته از نظر رسمی خودشو کنار کشیده و ریاست دولت با برادرزادشه، ریاست حکومت با مسعود پسرشه، ولی به هر حال بزرگ خاندان، عشیره بارزانی و از زمان مرحوم ملا مصطفی و بعد برادرش و ادریس و دوست من بود ادریس و ایران رفتیم با هم، ما رو دعوت کرد یک کلوپ فرانسه رفتیم نهار خوردیم با هم. باری در این فیلم نشون داده میشه که بارزانی به شنیدن خبر داعش وحشت زده رفته یه کنج قایم شده، زنگ به حاج قاسم به دادم برس، حاج قاسم پتشونو آقای بارزانی لیخ بیرون، آبروشونو بود، گفت اینا 27 اومدن، هیچ در جنگ علیه داعش شرکت نداشتن، 27 به عنوان مشاور و اینا بودن، یه مقدارم اسلحه به ما دادن، پولش هم گرفتن 3 برابر، دولت عراق هم اینو تایید، پولشو گرفتن 3 برابر. سیروان بارزانی میگه که این فیلم خشم مردم کردستان رو برانگیخته و راست میگه، راست میگه.
که میگه حمله داعش به مخمور باعث از دست دادن رویه بارزانی شد، در حالی که رئیس جمهور بارزانی 50 سال هدایت نیروهای پیشمرگ و انقلاب رو در دست داشت. بزنید یه مثال برات. در جریان مبارزه با داعش جمهوری ولایت فقیه دروغ میگه، او دنبال چیز دیگه، او دنبال رسیدن به مرز سوریه و باز کردن راه برای ارسال اسلحه به حزب الشیطان. هیچ شرکتی در جنگ نداشت، به هیچ 27 آدم فرستادن، اسلحه هم که دادن قدیمی بوده، اکار افتاده، 3 برابر هم پولش گرفته. اما بچه های کومله، بچه های حزب دموکرات کردستان رفتن با داعش جنگیدن، شهید دادن، مبارزه کردن دلاورانه و تقدیر مقامات کردستان، دولت آمریکا، دولت فرانسه کسب کرد. کاک عبدالله مختار، کاک مصطفی حجری، کاک حسن شرفی، دوستان دیگر ما در حزب کومله و اینا همه ناظر بودن، مشارکت داشتن، هدایت میکردن و تحسین و تقدیر شدن به داعش رو سرکوب کرد. اینا بودن، نه حاج قاسم و دار و دستش و افسانه هایی که رژیم دروغ زن جمهوری ولایت فقیه ساخت. باور نکن، اینها فریبکاری و دروغ. خب حالا اجازه بدید که درنگ کوتاهی بکنیم، یک صدای نازنین گوش بدیم، بازگردیم که من هنوز براتون خیلی حرف. با درود دوباره و درود به شکیلای عزیز، چقدر زیبا بود این ترانه، چقدر زیبا. خدمتون میگفتم در کنار اون گزینه های سید علی آقا و برنامه ریزی هایی که دارن میکنن، آقای شمخانی که خود رو خیلی بزرگ میبینه، دریابان شمخانی، بعد یادم میفته به اون نازنینان و بزرگانی که این لباس بر تنشون، مثل تیمسار مدنی، زنده یاد، علوی، چه آدم های نازنینی بودن. حضورتون عرض کنم که خب آقای شمخانی هم خود رو امروز بالا میبینه در اون مملکت، و همینطور آقای قالیباف که باز برای خود جایگاه ویژه قائله، و یه عده از سپاهیان قدیم مثل علایی. خب میگه من بنیانگذار نیروی دریایی سپاه بودم، و اینا یک محفلی برای خودشون دارن. یه وقتایی محسن رضایی را میدادن، ولی بعدا محسن رضایی از اینا جدا شد، باد به سرش افتاد و اون بساط. حالا اینا میگن اگر قرار ریاست جمهوری از سپاه باشه، باید از میان ما باشه. ما اجازه نمیدیم یادم غربتی رو بردارن بیارن، باید یکی از ما باشه. اینه که شدیدن اینا دارن کار میکنه، اینو بدونی. هم سید علی آقا در این اندیشه است و همینا. آدمایی مثل روحانی که برنامه رسواییشون رو از حالا ریختن، تدارک دارن میبینن به صورت خیلی گستر. اولا چند تا از وزیراش که دستگیر خواهد شد، همین الان داستان اینستاگرام و اینکه آقای ربیعی میاد میگه 1,000,000 نفر بیکار میشن، اینا همه مقدماتی است که دارن میچینن و وزیر ارتباطاتو میبرن، قرار براش صادر میکنن. واقعا شرم‌آور آدم این چیزها رو که میبینه خجالت میشه. چه مملکتیه؟ چیزی مملکت؟ به هر رو هر مملکتی که دست آخون بیفته همین میشه. تدارکی که اینا میبینن اینه که سرانجام با خودشون توافق کنن، یه نفر رو بفرستن به میدون، قدرتمندانه پشتش بیست. حالا روحانی اینا میگن نه، ما باید یک در واقع گزینه سوم باشیم که شرایطی به وجود بیاریم که مردم برن بهش رأی بدن.
و اون چیه؟ که این گزینه سوم با جو بایدن روابط رو حل خواهد کرد و اون وقت همه مشکلات ایران حل میشه. وقتی شعار مرگ بر آمریکا زمین افتاد. حالا یه اتفاق دیگه هم داره میفته، به این دقت. وزیر خارجه سعودی در پاسخ ظریف که مرتب گفت ما علاقمندیم روابط با همسایگان داشته باشیم، اشاره کرد که برقراری روابط منوط به اثبات حسنیت. یعنی آقا جان تو نمیتونی بدی از یمن پهباد بزنی، موشک زمین به زمین بزنی به سعودی و بعد بیا بگی من میخوام دوستی بود. تو نمیتونی سه ماه تشکیل دولت لبنان رو با مسئله روبرو کنی، به دولت لبنان در حال زوال، It's a total failure state، داره داغون میشه. Failed state یعنی چه بگم، مثلا دولت در حال فرو ریختن، فرو پاشی. به خاطر جمهوری ولایت فقیه و نوعروس چالد گب پیرت زش شده حزب شیطان. این داستان ها تا حل نشه جمهوری ولایت فقیه به منطقه راه ندارد. باج باید بده تا اصلا دبی یه لطفی بهش بکنه، یا سلطان عمانم که عوض شد، این سلطان جدیده زیاد تمایلی به جمهوری ولایت فقیه نداره. قطرم که دوباره سرشو گذاشت وسط، پاشو برگشت و حالا داره هی ناز و نوز میکنه، ولی دولت عظمای قطر بادکنکی بود که فس زدن بادش خوابون. جمهوری ولایت فقیه چاره‌ای ندارد جز این. یا حرف تبرزدی رو گوش کن و حرف دوستانی که میگوین آقا آبروی خودتو حفظ کن، چقدر دیگه میخوای بمونی؟ 5 سال دیگه، بعدش چی؟ چرا کاری نمی کنی که فرزندانت با احترام برن قم لباس روحانیت تنشونه، کارشونو بکنه؟ چرا داری کاری میکنی که دونه دونه جونشونو در راه خیالات شما دست بده؟ چه بر سر قذافی و فرزندانش آمد؟ چه بر سر صدام و فرزندانش آمد؟ چون فکر میکنی مردم فرقی میگذارن، تموم شد دوران سیادت و امام زمان و نیابت، تموم شد. مردم الان به چشم میبینن صدام 1000 بار برای عراق بهتر از شما. چه کشوری ساخت، چه قدرتی درست کرد. آدم کش بود، خب شما هم هست بدتر از قذافی هم همیشون. شما چی به جا گذاشتی؟ چه خواهید گذاشت؟ چقدر قشنگ میگه تبرزدی آفرین پسر برادرم، چقدر با صداقت میگه آقای خامنه ای اگه فردا بلایی برخیزد هیچکی پشت سرت نمیشه. آقای حقانیان میاد دفاع ازت بکنه، اون باید بدو بدو بیاد برادرش از کوچه پس کوچه های لندن نجات بده. کی میخوای به دادت برسه؟ آقای محمدی گلپایگانی و آقازاده شون؟ دامادای صدام چی شدن؟ برحال عاقل کسیست که یه خوده بیشتر از نوک دماغ و جلو پاشو میگه، یه کم بیشتر میگه ما رو شما همه رو ببین. برحال اون گروه زبدی یا نخبه سپاه آدمشون انتخاب کردن، برنامه ریزی هم کردن، در ظرف 3-4 ماه هم خواهید دید تمام تلاش های آقای روحانی برای اینکه در همین 3-4 ماه دری رو به سوی آمریکا بگشاید به نتیجه نخواهد رسید. فرمانده سنتکام میگه که ریاست جمهوری بایدن فرصتی برای روابط جدید بین ایران و آمریکا است. این جمله. اما آیا در ایران که رهبرش میگوید واکسنی که آمریکا درست کرده توش یه موادی است که غیرت رو میگیره، مثل اون دکتر روازاده است دیگه، خب در جمهوری ولایت فقیه متاسفانه یه دادم روانی، چون اونایی که قدرتمندن
چه اونایی که دستمال دستشون رو موسموس میکنن به قدرت برسن. این روانی ها هستن. شما یه آقای رو به نام معتزد میشناسید، هر از گاهی بانه مورخ میارن بادش میکنن و معرفیش میکنن. وای وای، این برنامه تلویزیون رو، برنامه دیدنی سینمایی رو چه بلایی به سرشون. حالا آقای افخمی میاد اجرا میکنه دیگه، حضرت آقا هم دستی به سرش کشیده. کی میاد؟ صادق زیبا کلام که هر کی چی میخواد بگه. من به این انسان احترام میذارم، شجاعتشو و توانشو برای خیشتن رو نگه داشت. برای که زیبا کلام باید باشه. او هزاران شاگرد تربیت کرده که مکتبشون مکتب اسلام ناب انقلاب محمدی نیست، سکولاریزم، جدایی دین از دولته. این آقای معتزد که تو سر انقلاب تو خرخره عرق میخورد، حالا بچه هم میخورد نوش جانش، این اومده توی بحث تلویزیونی به صادق زیبا کلام توهین میکنه. این تیکه رو شما فقط ببینید، شاید هم دیده باشید، ولی من حرف دارم راجبش. کردم چند تا اشتباه همین الان کرد. وقتی هم میگم میگه این وزیر خارجه مزخرف گفته، اون دکتر بیخود نوشته، میگه که عباس میرزا گفتم شکست. نگفتم مزخرف گفته، اجازه بیخود گفته، اجازه نمیدم. گفتم اگر یه نفر اومده بود مت رضا شاه رو گفته بود میآوردی یه خطشو بخونی؟ بله. نه میگم دروغ میگی. نه نمیآوردی، نمیآوردی. آره دروغ میگی. داری دو... برای اینکه هر کی اومد علیه رضا شاه ادب داشته باشی. آره دروغ میگی، دروغگو هستی. تو دروغگو هستی. جدیدی شد. شما معلومه معتزد باید ضد رضا شاه حرف بزنه، چون جد و آباد و پدر و همه کسش از برکت وجود رضا شاه به نان و نوا و لباس رسیدن. در کدوم بیغولهی بودن اومد در او براشون مدرسه آورد، درس خوندن، دانشگاه رفتن. واقعا نهایت بی‌انصافیه. و خودم کسانی رو میبینه مثل زندیات پرویز نیکخواه، اون مرد بزرگ، اون مرد عزیز، هر وقت بیادش بیفتم قلبم میگیره. با چه ناجوان مردی آوردن اون رو کشتن. پرویز نیکخواه، محمود جعفریان، اینا عاشقان ایران بودن. کوروش لاشا، اینا بعدن همه اومدن دست انداختن، اما هیچ وقت یادم نمیره. مهدی خانبابای تهرانی عزیزم که سرش سلامت باد، اونم به خود ناخوشی داشت، روز برام گفت، گفت ماها اون وقت کار اینا رو خیانت میدونستیم، ولی بعد فهمیدیم اینا چه کار بزرگی کردن. اونا چه کار بزرگی کردن؟ یه آدمای مثل معتزد برای یه لقمه نون، برای نوکری مقام معظم، برای که اون یکی، برای که مثلا آقا دست به سرش بکشه. خب شما که کانادایی بودی، کانادا درایی شدی، عشق به آقا دست کشید به سرش. امام حسین دست کشیده به سرش. خب حالا برسیم به این نکته که همتون علاقه من بودید من راجبه صحبت کنم و میخواستید نظر منم بدونید. خب منم نظرم براتون میگم. این بود که آقای بایدن در کاخ سفید، الان تو این چند روزه چند تا کارهای گنده کرد، مثلا مرز و دیوار و غیر و غیره، برای بزرگ. از اون طرف خبرهایی که شنیدم، دیدم که این تشکیلاتی که درست کردن که حوثی ها رو با دولت قانونی یمن سریع میز نشوندن، پشت سرش امریکایی ها هستن و امریکایی ها سریع ماجرا خیلی جدی شدن. آقای ویلیام برنز که یکی از مهمترین مقامات دولت بایدنه، دستگاه امنیتی بایدن زیر نظرش، او مسئولیت مستقیمی در این زمینه گرفته به خاطر آشنایی های زیادی که در منطقه داره و همینطور در یمن و عربستان و امارات و غیره. بنابراین این ماجرا داره در یک جهتی میره که خب باید دید به کجا میره. از اون طرف دبیر شورای امنیت ملی آمریکا میره به اسرائیل. گفتگوهایی که اونجا کردن، اسرائیل گفتن آقا ما حرفی نداریم، میخوای به برجام برگردید برگردید، اما
شرطن و شروع. شما گوشتید برجام 10 سال. بعد از 10 سال اگه جمهوری اسلامی بمب آورد گذاشت رومیز چی کار میکنه؟ این عمل باید یک منع 50 ساله باشه، منع دراز مدت باشه. حالا اگه حکومت جمهوری ولایت فقیه رفت، داستان دیگری، ایران برمیگرده به اون جایگاهی که داشت، نقش اول رو در منطقه داره و خیلی هم دوست، هم هم دوستش داره. مثل حالا نیست که همه نفرت داشته باشن. امروز من تو کانال فلوجه بغداد بودم، 4 نفر بودیم بحث میکردیم بر سر مداخلات. خیلی جالبه، به معنی که مثلا عراق روابطش با عربستان خوب میشه، جمهوری ولایت فقیه یه کار تروریستی میکنه اونجا، به هم میریزه، آدم میکشه، خیاب. یعنی جمهوری ولایت فقیه امنیت برای منطقه نمیخواد، آرامش برای افغانستان نمیخواد، برای عراق نمیخواد، برای امارات، کویت، برای ایران هیچ کدوم نمیخواد. جمهوری ولایت فقیه در اوهام خودش غرق شده و این تصور که خلیفه المسلمین خواهد بود، این تصور غلط و باطلیست. حالا عرض کنم آقای بایدن حساب کتابای متعدد، یکی این که این بازگشته به قطعه پاریس و بعد ارتباط نزدیک با اروپایی ها پیدا کردن خیلی مهمه. چرا؟ چون اروپایی ها امروز دیگه اروپایی موقع امضای برجام نیستن. جمهوری ولایت فقیه براشون آشکار شده، دیپلماتش توی پیتزا فروشی یا مکدونالد بم میده به یک دیگه، یه بلو اینو بذار توی مقر مجاهدین که دارن جلسه میگیرن. حالا چقدر دارن بدبختی بیگناه بچه لهستانی ها مجارستانی ها 200 یورو گرفتن با یه هتل شب بیان اونجا بگن رجوی که درستم بلد نیستم بگن دارو هم که به رحمت خدا رفت، برن اینا رو بکشن. خب این دیپلومات شون، اون یکی قاضیشون آقای نوری، ایشون که تکلیفش معلوم، جنایت علیه بشری، اونم تکلیفش. اروپایی ها یه ذره، بعدم این کرونا و مصیبت های داخلی و مشکلات که پیدا کردن، یه خود تکونشون و در نتیجه ما الان با یه اراده روبرو هستیم که در تعارض با اراده آمریکا نیست. هر دو میخوان کار به جنگ و جدال نکشه، ولی در عین حال جمهوری ولایت فقیه هم فکر نکنه که تافته جدا بافته است، در داخل آدم بکشه، بیرون آدم بدزده اجیر بکنه، نیما زم رو بدزده ببره بکشه. نه، اینجوری دیگه نخواهد. دنیا تعاملش رو با رژیم جمهوری جهل و جور و فساد دگرگون خواهد، در این تردیدی نه. حالا برای که پایان بخش برنامه مونم باز نشانه این باشه، افرادی که جیره خور جمهوری اسلامی هست و نفر اولشون حسن نصر و شیطانه، یک کلیپی راجع به اون نگاه کنین و بعد من با شما خداحافظی. حسن نصرالله در خانواده فقیر و پرجمعیت در سال 1339 در لبنان به دنیا آمد. او تا 16 سالگی در مغازه سبزی فروش پدرش کار می‌کرد. در همین سن به حوضه نجف رفت و 2 سال آنجا بود. در سن 21 سالگی نماینده خمینی در عقص امور شرعیه در لبنان شد. سال 68 به اسم تحصیل در قم به ایران آمد، اما 2 سال بعد برای کار در حزب الله به لبنان بازگشت. حزب الله نهادی تروریستی است که به اعتراف حسین دهقان توسط رژیم آخوندی پایه‌ریزی شده است. در سال 70 بعد از کشته شدن عباس موسوی، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله شد. او چندین بار با جنگ افروزی و تروریسم لبنان را به آستانه نابودی کشاند. در کشتار مردم سوریه فعالانه شرکت کرد. ترور رفیق حریری به دست حزب الله لبنان انجام شد. از او پیشینه‌ای جز مزدوری برای رژیم آخوندی وجود ندارد. ایران provides Lebanese Hezbollah about $700 million per year. آیا حمایت خامنه‌ای از حزب الله نمودی دیگر از تروریسم حکومتی؟ و ما در ایران فردا سریال حزب شیطان رو نشون دادیم برای شما با جزئیاتش. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار
عاشق می سپارم، سپاسگزارم، ممنونم برای همه محبتاتون. بدرود.